بشه بگو تیتر بزرگتر بنویسن. آقا ما اینترنت ما ضعیف نمیتونیم ببینیم برنامه رو، ما نمیتونیم نبین دانشگاه. مثل این که بگیم آقا ما نریم دانشگاه، را دوره، هزینه داره، فلان داره. درسه، درس ما میدیم، شو بیزنس نیست که براتون ترانه بزنیم بدیم بردیم به، یا با یا فوش خارمدار بدیم این نظام به پاره یوشن شاپ 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 شاپ. ما درس داریم میدیم، برای یک ساعت برنامه یک هفته زحمت میکشه سیاوش عوستا، پشت سرمونم کلی سابقه فرهنگی تاریخی داریم، درس اینا باید همه رو بخونیم. خب باید تیتر بخونی دانشمند بشی. یکی از اساتید دانشگاه، من اینجا میخوام از اساتید دانشگاه سپاسگزاری کنم، از نازنینایی که در سر تا سر ایران از شمال بگیر تا جنوب، از شرق تا غرب با منم در پیوند همینطوری هستن، و دانش آموزان اینها، یعنی دانشجویان، دانش آموز و دانشجویان، چون در دبیرستان ها مطرح میشه، بسیار با من در تماسن که میگن فلان موضوع رو استاد صحبت کرد، فلان موضوع رو گفت، ما بیدیم برنامه‌ای که از تو شنیدیم، چون ما هم تو خود تلویزیون رو داریم میبینیم، و هفته پیش فرانک عزیز رو شنیدید صداش که میگه از کودکی برنامه‌های سیاوش عوستا میبینه، خرسندم بعضیا سه نسل میبینن. و میگفتن که از اساتید میگفتن که من یکیشون میگفت وقتی که ایشون در سیستان و بلوچستان استاد است، میگفت من وقتی که درس میدم به بچه‌ها میگم اینها نظریات سیاوش عوستا، من در یک پاراگراف کوچک میگم، ولی بایستی برید مطالعه کنید، همه رو بخونید، چون مجموعه رو که بخونید، مجموعه رو که ببینید، مجموعه رو که بشنوید، اونجا دیگه گول نمیتونیم بخونید، چون الان گولتون میزنم یا اینا نجات پرستن زد عربا. نه دیدید که ما نیستیم. تازه امروز این سند مهمی میخوام بهتون نشون بدم، و من از همه این اساتید نازنینم که و بچه ها دانشجویان دانش آموزان که روشنگری میکنن سپاسگزارم. ولی شماهایی که با یک تیتر میخواین دانشمند بشین، شما برید اینترنت قوی پیدا کنید، برنامه رو ببینید، کتابای ما رو رایگان، الان دیگه رایگان کتابای ما میبینید، هی تبلیغش میذاریم، اینا رایگان شما میتونید ایران که هستید بزنید و از توی گوگل دانلود کنید و بخونید و مطالعه کنید. عزیزان من، من برخی از اساتید محترم که بایشون میدیدمشون، یعنی کاراشون رو توی شبکه‌های اجتماعی مدتی نمیبینم، باید از دوست عزیزم آقای دکتر عالی پور یا آلیزاده، برای خودش میدونه کی و خانوادش، مدتیست بیخبرم. اگر دوستان خبری دارن از این لور دلیر، منو با آگاه کنید، چون مدتی ازش خبری ندارم، از استاد آلیزاده عزیزم. نکته مهمی که امروز میخوام بهتون بگم در رابطه با مسئله این دعوای جنگ فلسطین و اسرائیل هم صحبت میکنم، اطلاعات دقیق خوبی به اختیارتون میذارم، بعد مصاحبه داریم با استاد اکبر گلپایگانی در رابطه با تولد و جشن زایش سرکار خانم آذر شیوا، هنرمند محبوب سینما ایران، که در ماه جون تولد ایشون هست، سال روز تولد. میدونید که جشن تولد بانو آذر شیواست نزدیک، و رفتیم تهران در خونه استاد آواز ایران، مرد حنجره طلایی، نام‌آور موسیقی ایران در جهان رو زدیم، بعد از اینکه ایشون واکسن کرونا رو زدن، و چقدر خبر خرسند کننده بود برای همه جا پخش شد. حالا استاد گلپا در خدمتشون هستیم و ببینیم که در رابطه با خانم آذر شیوا چی میگن. استاد گلپایگانی درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که باور کن 300 تلفن بیشتره. به به، خب قبلا هم تلفن میکردین نمیشده، برای اینکه این گوشی گل خانم، موبایل گل خانم خراب شده. آها، حالا درست شده. آها، حالا دیگه درست شد. خب بخواب بخواب، اینقدر خوشحال شدم، خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت میخوام سارا با یه جشن تولد بگیریم برای خانم آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم، گفتم نگاه کن اینا همه دارن میدونن دنبال این که این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذر شیوا نباید با این تنهایی، حالا بعد همه دنبالش میگشتن، درود مثل پروانه به دورش میگشتن، درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره، این روزگاره،
درود بر شما. ما آرزوی صمیمیت میکنیم، خدا کنه که سالم باشه این سلامت. خیلی زیبا، درود بر شما. سلامت زیابت و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیری و غلا اینا رو بگیری. قربونتون، قربونتون برم. هم خوشحالم که واقعا این خانم شیوا خانم با شخصیتی بود که در کار سینمای ما بود و واقعا هنرمند بی‌نظیریه. حالا دیگه روزگار این طوریه، ولی امیدوار. بله بله بله. الو. بله میشنویم جناب گلپا. بله. استاد گلپا میشنویم. گلی جان قطع نشد، هست، میشنویم. شنیدم که این خانم تبلدشونه. کاش من بودم و میومدم و یه کادوی قشنگی براش میگرفتم که همیشه یادگار بمونه برام. چون واقعا یه هنرمند با کلاسیه. ما باید اینا رو قدرشون رو بدونیم. هیچ وقت خودشون نفروخ و هیچ وقت هم فیلم رو بعد من رو ندن بازی کنه. همه کارهایی که میکرد کارهایی بود که در سطح بالا بود. امیدوارم که سالم باشه، خوشحال باشه، مریض نباشه. این چیزهاییست که ما میتونیم بکنیم، چون مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن این هنرمنده رو. که این حالا رفته یه مسافرت، یه رفته یه اجبار بوده که نباشه، ولی خیلی زن خوبیه و من خیلی دوستش دارم. خانم با کلاس، هنرمند خوب. انشالله که شما بتونین اونجا کمکش کنین، یادشو به گوش مردم برسونی که این هنرمندایی با شخصیت همه چیزشون رو گذاشتن واسه وطنشون، برای هنرشون. بله. و الان که یه ذره خب سن دیگه اینه، نمیشه جلوشی گرفت. سن یه خود اجازه نمیده که بتونن بیشتر با تماس داشته باشن. خب عده دیگه که جوانتر هم مثل شما کمک میکنن اینا رو به یاد مردم بندازن که بابا یه همچین هنرمندایی هم ما داشتن، یه همچین ورزشکارایی هم ما داشتیم، یه همچین نقاشایی ما داشتیم، مجسمه ساز داشتیم. ایشالله من آرزوم اون چیزی که اینا دوست دارم بهش برسم در هر جا که هست. اون به نظر من هر کس یه جور فکر میکنه، به نظر من سلامت از همه واجب تره. متشکرم. درود بر شما. ما از طرف شما استاد گلپا و گلی جان یک دسته گل که خودتون دوتاتون گل هستین به خانم شیوا میدیم و یاد شما هم همیشه با هم. حتما این خانم رو ترخوشش کنیم که خیلی هنرمنده. اطاعت هم میخوام از شما ببینیم. بله بله. این بحث یه بحثیست که شما ها باید دوما بکنیم. ما که نه سیاست نداریم نه برازی، فقط برازی کار هنری رو انجام بدیم، ولی شما ها میتونین این ستاره ها رو حفظ کنیم. و درود هزاران ایرانی در سراسر جهان که همیشه به یاد شما هستن و همیشه براتون درود و سپاس دارن. شما ببینین یک ویدئوی کوچیک چند ثانیه‌ای از شما که دارین واکسن میزنین و بچه‌ها گرفتن برای ما فرستادن، تو دنیا در عرض 24 ساعت پخش شد. چقدر شما رو دوست دارن مردم، این باعث افتخار ماست. نه من از همه مردم تشکر میکنم. واقعا واقعا میگم فدالت زده هستم که هنوز اون وظیفه که دارم راجبه این جوان ها انجام نشده. من کاری به اونا ندارم که میکنن یا نمیکنن یا هر کسی. من کارم اینه که اون وظیفه خودم انجام بدم که این کار بمونه یادگاری. باینده باش در خدمت شما باشیم استاد. بچه تا بروش بخمانم تم سلام برسن. امیدوارم که هر دوشون سالم و خوب و قشنگ باشن که ما بیم ببینیمشون. چشم برایتون هستیم، دلتنگتون استاد گلپا، میبوسیمتون، سپاسگزار مهرتون هستیم، تندرستی و با امید دیدارتون استاد گلپا. برادرتون هم ببوسیم. چشم قربونتون برم. پاینده باشین استاد. با بوسه و مهر. خدا حافظ. من تو را آسان نیاوردم به دست. خیلی خیلی خوشحالم. منم همینطور استاد. خدا حافظ. با بوسه و مهر. بدرود استاد گلپای عزیزم. قربانشو. قربونتون برم. I love you. من. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا.
نکته‌ای که در ابتدا میخوام بهتون بگم درود بر شما. پیوند با سیاوش اوستا در تمامی شبکه‌های اجتماعی فقط با اوستا 7000، اوستا با دبلیو 7000. میبوسمتون. اورمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی فارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید.